بریم ببینیم چجوری میشه پرچم درست کرد. خب من اینجا شیفت ای رو میزنم، از قسمت مش یه پلن وارد میکنم، بزرگش میکنم، به وارد نمای تاپ میشم اینجا که دقیق تر ببینم. از محور زد یه خوری میکشمش که اون فرم پرچم رو داشته باشه. تب رو میزنم بهش، یه چند تا ساب دیوید میدم، یه هلوهوش فکر میکنم 40-45 تا اوکی باشه. خب از حالت ادیت مود خارج میشم. ببینید از قسمت فیزیک ما بهش کلوت یا همون پارچه رو میدیم. اگه من پلی رو بزنم این میره پایین، چون واسهش تعریف نشده که این پارچه به چی وصله. خب من عقب میرم اینجا، دوباره وارد نمای تاپ میشم، تب رو میزنم، وارد ادیت مود میشم. ببینید این ورتکس های این قسمت رو حالا یه دست دو دستش رو من انتخاب میکنم اینجا، و از بخش دیتا ها از قسمت ورتکس گروپ روی این به اضافه میزنم اینجا، میتونم اسمش هم تغییر بدم به مثلا فلگ و اساین رو میزنم که واسهش تعریف بشه این قسمت. خب اینجا من خارج میشم. حالا اگه من پلی رو بزنم بازم میفته پایین، چون باید یه کار دیگر رو انجام بدم. وارد تنظیمات فیزیک میشم، اینجا میام پایین، از قسمت شیپ، از قسمت پین گروپ، همون ورتکس گروپ هایی که ما تنظیم کردیم، اون پینایی که بهتون نشون دادم، روی این فلک من میذارم که رینیمش هم کردم. و حالا اگه من پلی رو بزنم میبینید واسهش تعریف شده. بچه اگه تا اینجا ویدیو خوشتون اومده لایک و کامنت یادتون نره. ببینید من میخوام اینجا یه دونه کیوب رو وارد کنم، شیفت ای رو میزنم، این خورو بزرگ کنم، بیارمش پایین، این رو من بذارم اینجا خورو بالا. ببینید من اگه پلی کنم این پارچه این رو رد میکنه، خب چون این واسه این هم باید تعریف کنیم که این یک جسمه. پس من روی همین کیوبه که سلکت هستش از همین تنظیمات فیزیک روی این کالیژن میزنم، و همونطور که میبینید این لوگوش رو میبینید که حالت برخورد شونده داره. روی این کالیژن من میزنم، اگه دوباره پلیش کنم این پارچه به اون کیوب برخورد میکنه. همونطور که میبینید پارچه کیفیت خوبی نداره. من میتونم از قسمت مودیفایرها بهش ساب دیویژن سرفیس اعمال کنم، خب، و اینجا مقدار دو تا رو میتونم بهش بزنم، یه شید اسموت رو هم میتونم بهش بدم. اگه پلی کنم کیفیت مطلوب تری داره. اما میرم برای خود پرچم، چون این که اصلا برای ما پرچم نیست. پس من اینجا میام به این نما و R, X و 90 رو میزنم، یه خورده میارمش بالا و Shift A رو میزنم و از اینجا یه سیلندر رو وارد میکنم، از محور X اینو یه خورده بکشمش بالا، یه خورده کوچیکش کنم. دیلیت چرا؟ یه خورده این طرف و خورده باز میکشمش تا اینجا. به این هم از قسمت مودیفایر ها، نه از قسمت فیزیک بهش یک کالیجن هم میدم که اگه یه وقت هم پرچم به این خورد بدونه که این یک جسمه. بچه ها برای خود پارچه، خب من بذارید از همینجا یک کلیک انجام بدم. ببینید پارچه میدید به همدیگه برخورد میکنه، از قسمت کالیجن بهش سلف کالیجن هم میدیم تا اون انیمیشن طبیعی تری داشته باشه وقتی که اون چین و چروک ها به همدیگه برخورد میکنن. و اما تنها چیزی که میمونه باید بهش، اگه من همینجوری پلی کنم که همینجوری میفته پایین دیگه، خب پس باید بشه یه بادی هم بدیم دیگه. من شیفت ای رو میزنم و از قسمت فورس فیلد بهش باد اعمال میکنم. خب اینو خود بزرگ کنم، بیارمش این و بچرخونمش دقیقا به این سمت، و از قسمت استرنگ که قدرتشه 300,000 رو فعلا بهش میدم. اینو باید با آزمون خطا هی بالا پایین کنید ببینید اون نتیجه مطلوبه کدوم میشه. خب من پلی رو میزنم اینجا، میبینید خیلی قشنگ اون افکت باد و پرچم اینا رو واسش اوکی میکنم. خب من باید به این یه تکسچر هم بدم، از اینجا متریال یا نیو متریال میزنم، وارد تب متریال ها میشم. خب من یه عکسی دانلود کردم، همین رو به بیس کالر وصل میکنم، الان میبینید چه جوریه. خب از اینجا من وارد تب متریال پریویو بشم، میبینید من یه همچین عکسی رو دانلود کردم. بذارید یه پلی هم بزنم اینجا که اون چینه چیره کشم قشنگ روش میفته. خب من بخوام یه ذره این پرچم رو یه خورده روش حتخش سوراخ و پارگی اینا داشته باشه، خب خیلی راحت از همین قسمت ها من ایکس رو میزنم و ورتکس رو میزنم که این قسمت رو حذف کنه، و از اینجا میتونم این نقاط رو انتخاب کنم. و البته بذارید من وارد وایر فریم بشم اینجا، اینا من یه خورده میکشمش این بر و این هم همینطور اینجا، این دوتا هم اینجا. این دیگه باید بهش برسه دیگه، تزیینش کنید و تا با اون حالت مطلوب برسه.
کجاهاشو شما میخواید بزنید. حالا من این قسمت هم میزنم، این قسمت رو یه خورده میکشم، جی رو میگیرم میکشم، میگیرم میکشم بالا، این هم تا اینجا. میتونم قسمت های اینجا رو هم باز حذف کنم، قسمت کلی رو انتخاب کنم، جی رو بگیرم و بکشم، یه خورده اسکیلش کنم به این حالا. خب خیلی راحت تونستیم این پرچم رو درست کنیم. تو قسمت کامنت ها نظراتتون رو بنویسید، کانال رو ساب کنید و تا ویدیو دیگه میبینمتون.